سیاسی زن این بازی قرن، آیا توی این بازی ایران برنده است یا آمریکا؟ خب همین جوری که متوجه شدی توی پارتای قبلی ما تونستیم انگلیس رو در هم بکوبیم، با ولز بازی کردیم و 2-1 بردیمش و از گروه خودمون صعود کردیم. اما توی این بازی بسیار حساس و سیاسی مشخص خواهد شد که ما به عنوان تیم چندم از گروه صعود میکنیم، که اگه به عنوان تیم اول صعود کنیم به تیم دوم گروه A میخوریم، که این خیلی خوبه. اصلا ببینیم که ایران میتونه آمریکا رو ببره یا نمیتونه. خب همینجوری که می‌بینید جدول اینجوریه، ایران 6 امتیاز است، انگلیس 3 امتیاز، ولز 1، آمریکا هم یک ته جدول به ما سلام میکنن ولی ما جواب سلام نمیدیم. آخرین بازی گروهی و حساس ترین بازی گروهی که فکر کنم 8 آذر برگزار میشه اگه اشتباه نکنم، مکنی هستش، پولیشیچ هست و خیلی هم سمت چپ میتونن به ما ضربه بزنن از سمت چپشون، چون مکنی و پولیشیچ خیلی اونجا دارن خوب کار میکنن و ما باید بسیار حواسمون به مکنی و پولیشیچ باشه. ترکیبمون رو میاریم، دو تا هافک بازی میکنم جلوی آمریکا، ببینم که چه جوری میشه. احتمالاً بتونیم همین دو تا هافک وسط اینجوری میانی گذاشتن بتونیم همینجوری هم ببریمشون، نیاز نباشه که AMF بذاریم مثل بازی ویلز. ببینم که فقط ای بابا کنعانی، آقا کنعانی باید تعویض کنم به جای مجید حسینی، انگیزش پایینه، مجید حسینی باید بیاد جای آقا کنعانی، بریم سراغ بازی. بعد توی این گروه من نمیدونم یه چیز عجیب غریبی افتاد، اصلا سه تا تیمی که توی یعنی این گروه قرار دارن لباساشون سفیده، یعنی چیز عجیب. گفتم ویلز هم لباس سفید داره، سه تا تیم اولی که البته تو این گروه اصلا لباس اولاشون سفیده، یه چیزی خیلی عجیبی. بریم آقا بازی شروع میشه، ما همچنان کشیدیم وسط، ماشاءالله حرکت میکنه، دست رو جا میذاره آقای علیزاده جهان بخش، حالا پاس زمینی توی محوطه جریمه اولی، موقعیتمون از دست رفت، حواسمون باشه خیلی جلو نکشیم و توی محوطه خودمان دفاع بکنیم، نباید بذاریم سانت کنن. همین وستون مکنی شوت، مکنی شوت زنه مگه، همون لب خط لب خط لب خط، میاد وسط میاد وسط میاد وسط، اوه اوه اوه، بگیرینش با هم دیگه، نرین تو پاش مثل بچه ها، پاس میده اونور، حالا یک سانتر برخورد میکنه به آمریکایی ها و به بیرون میره عزیز جهان بخش، سانتر توی محوطه، حالا ضربه ایستن، تمام تمام و گل اول به امریکا توسط مهدی طارمی. توی کورنل های انگلیس که بازی کردیم باید گل میزدیم، دو تا تیر دو مثلا سه تا قشنگ کورنل زدیم ولی گل نشد، اینجا حقمون رو گرفتیم، خدا رو شکرت خدا رو شکرت. یک هیچ، ما حواسمون جمع باشه، فقط من خیلی نباید یکیشم اینا رو به جلو، آها کن اینجا آقای مرتضی پورعلی، وای وای دماغم میخوره چ... یه لحظه استوب بدین دوستان، ایران یه شوت زده یه دونه تو چارچوب، سه تا شوت زدن هیچ غلطی نکردین، گم شو بابا، سری میکشه زیرش به ایران بنده عزیز، برسون به آقای قلی‌زاده، آقای قلی‌زاده طارمی رو میبینه، پاس میده بهش قلی‌زاده، چه پاسی هم داد، حالا طارمی آسمون، اوه چه جایی پاس داد، مثلا یه جا پاس داد که هیچ کسی به عقلش نمیرسه اونجا، آفسایده، بله داره مدل خودمون تیک تاکایی میاد جلو از گوشه، من خودم سلطان تیک تاکم دادا، جاتون گذاشتیم رفتیم تا سالات بود و تو تازه، حالا اونجا تمام تمام، خدایی داشتی یا نداشتی، یه سانت آردوی خوشگل، یه ضربه سر رو زمین رفت بالا، تمام دو بر هیچ، ایران جلو میفته، علی قلی‌زاده ای توپش رو بد موقع زد و نیمه اول آقا دو هیچ شدش بازی، 4 تا شوت کردیم 2 تا گل زدیم، 5 تا شوت کردیم هیچ کار نکردیم، 60% مالکیت توپ داشتیم هیچ کاری نکردیم، ما 40% 4 تا شوت 2 تا گل، خدای اینجاست که فرق من با خوزه مورینیو و پپ گواردیولا معلوم میشه. آن حالا یک سر توپ، توپ رو نگر میداره، سانت، حالا اون رو حال کردی خدایی، چجوری اضافه شد علیرضا جهان بخش، فقط یه لحظه جون من ببین جهان بخش رو ببین چجوری اضافه شد، حال کن
ولی کورنل شد فکر کنم. کورنل 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 درسته نه کورنر. اما شالله جهان بکس پاس به آزمون. آزمون نگر میداره، جهان بخش اضافه میشه، سرعت جهان بخش زیاده به خاطر اینکه کانتر تارگت گذاشتمش. تنه زد به هم، بعدم تنه زد. ماشالله پور علی گنجی. بیرام من چی میگی برادر؟ امیری مصوم شده؟ امیری مصوم شده. شجاعی رو میخوای بیار، این چیز رو بیار، قدوس رو بیار. قدوس اینجا هم خوب بازی میکنه ولی نمیدونم چرا الان 65 اورو داشت اینجا. اما اشکال نه، ایران بدون هیچ زحمتی داره صعود میکنه. آزمون پاسشو میده. ای 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 کثافت. حالا شوت بیا این برش، بیا این برش، بیا این برش مکنی، بیا این برش. کاری نمیتونه بکنه. آها خدا رو شکر زد همون جایی که بیرام من بود، وگرنه کار تمام بود. بگی خودشو بگی، خودشو بگیر. نه 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 نه، این میره تو اوت. واش 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 ماشاءالله. بده آزمون، سری بده جلو آزمون، میرسونه جهان بخش به تارمی. تارمی یک مقداری طولش میده، میرسونه به آزمون. آزمون به جهان بخش. جهان بخش نمیذارن جهان بخش تکون بخوره. اگر درخواست مربیگری از آمریکا داشته باشم دیگه باید رد کنم دیگه. یا علی گفتم گل خوردیم 100%. از جهان بخش میرسونه به آزمون. آزمون خودش حرکت کرده. سردار، خود سردار، کورنل دایی میبینه چقدر داره مهدی قشنگ بازی میکنه. تو بازی آنلاین لگ و دیلی هست، اینجا من بهتون نشون میدم. اینم گله. کورنل بعدی از این جناح میخوام بکشم بازیکنان رو اینجا. آها آها خدای حال کردی، چه سروی زد. وای 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 میاد بیرون. وای ماشاءالله اوت پدر سوخته ها. آقا خیلی دیگه انصافا خیلی حرکت قشنگی انجام داد. به ایرانمند چقدر داره خوب بازی میکنه تو این بازی، ماشاءالله به ایرانمند. ای کاش که بازی بعدم همینجوری خوب بازی کنیم ما بریم بالاتر. علیزاده پاس میده تارمی، تارمی به آزمون. آزمون شوتش رو میکنن. آزمون بیا بیا جهان بخش بیا. آها ماشاءالله علیزاده جهان بخش چه دریبلی انجام میده. حالا شوت بگیر بابا توپشو سول میرسونه آزمون. چه بد تک زد مکنی، خدایی خیلی بد تک زدش. میرسونه حالا به تارمی، میره ما سه گل بعدی. خدا شان مثلا تمام. ایران دو بار هیچ میبره. خواهش میکنم منو بالا نندازین لطفاً، من کمرم درد میگیره رو دوستان. میدونم میخواین تشکر بکنید از این تاریخ سازی بزرگ ولی بسه دیگه، بسه بسه. بریم ببینیم که به کی افتادیم. 9 امتیاز رفتیم بالا، ولزم اومد، انگلستان حذف شد. انگلستان گفتم این تیم حذف میشه، گفتم یه بار شما حذف بشین نمیبینیم. ببینم به کی افتادیم. به اکوادور افتادیم. اکوادور، به اکوادور افتادیم. قطر حذف شد. اکوادور 4 امتیازه، یک برد و یک مساوی. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لذت برده باشین از این بازی. پارت بعدی، پارتی که ما اکوادور بازی داریم و از گروه اومدیم بالا با اکوادور بازی میکنیم و ببینیم که بازی میتونیم بریم بالاتر یا نه. حتما توی کامنت من نویسید که این ویدیو خوشتون اومده یا نه. و لایک و سابسکرایب کردن یوتیوب فراموش نشه. لایک ها رو بهتر کنید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.